هفتم که به جمع ما اضافه شدیم، قبل از اینکه تدریس رو شروع بکنم چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. اول از همه دانش آموزای عزیز توجه بکنم که مطالبی که داریم کار میکنیم، اول قراره که امروز جزوه کلاس هفتمی ها رو تموم بکنیم، جزوه رو برای بچه هایی که ندارن فایل پی دی افش در کانال تلگرام آموزشگاه و ببخشید در کانال تلگرام خودم موجوده. برای اینکه بچه هایی که دارن درس رو کار میکنن بدونن، یک دفتر و کاغذ و جزوه کنار دست خودتون بذارین که همزمان با نوشتن این تو یادداشت بکنید. من یه فرصت زمان کوتاهی رو بهتون میدم که شما یادداشت بکنید، چون نمیدونم کی تموم میشه. به همین خاطر صبر میکنم که اگر بعضیا دارن از طریق ویدیوی ضبط شده ما رو نگاه میکنن که توقف رو بزنن و ببینن. اونایی هم که لایو رو میبینن بعد از تموم شدن لایو گزینه استوب داره، لایو که تموم میشه دوباره مجددا پلیش بکنید گزینه استوب داره. شما میتونید با پاوز کردن یا استوب کردن تخته یادداشت بکنید بعد ادامه رو بزنید. یادتون نره دو سه بار لایو رو ببینید و کاملا هم توجه داشته باشید. از همینجا به همتون که دارید نگاه میکنید چه ضبط شده و چه به صورت لایو، سلام عرض میکنم. بچه ها ما آخرین مطالبی که این فصل رو میخواییم تمام کنیم، ما 50 دقیقه تدریس داریم. بعد از 50 دقیقه تدریس اگر فصل تموم شد که چه خوب، اگر تموم نشد و مثال هامون موند ما برای یه 10 دقیقه آنتراکت میدیم که شما هم تو خونه استراحت بکنید، بعد از 10 دقیقه یک رو دیگه مجدداً لایف میگیریم. بچه ها میگه قاعده یک قاعده منشوری یک لوزی به ضلع 10 سانتی متر، اگر ارتفاع این منشور 15 سانتی متر باشد، اگر ارتفاع این منشور 15 سانتی متر باشد مساحت جانبی منشور رو به دست بده. بچه ها سوال 19 صفحه 80 صفحه 90 صفحه 90 جزوه خوب گوش بده، صفحه 90 جزوه رو باز کن، یه دفترم کنار دستت بذار. صفحه 90 سوال 19 حالا بچه ها میگه قاعده یک منشور لوزی. یعنی چی قاعده منشور لوزیه؟ یعنی یه لوزی کفشه، یه لوزی هم بالاشه. خب اینا رو به هم وصل کردن، خب اینا رو به هم وصل کردن میشده یه نیمه منشور. حالا بچه ها میگه ضلعش چنده؟ 10. ضلعش 10، ارتفاع منشور چقدره؟ 15. میگه مساحت جانبیش به من بگو چی میشه. بچه ها مساحت جانبی رو با اسمشون میده. مساحت جانبی میشد محیط کف یا محیط قاعده ضرب در ارتفاع. ببخشید. مساحت جانبی میشه محیط کف. کفش هر دلش 10. این 10، این 10، اینم 10، اینم 10. 4 تا 10 رو با هم دیگه جمع بکنیم میشه 40. نکن 4 تا 10 کفش، خودش گفته لوزی زیلش 10 سانته. 2 تا 2ش که با هم دیگه جمع بکنم میشه 40. 40 ضرب در 15، 40 ضرب در 15 بشه فکر کنم میشه 600. من الان اینجا ماشین حسابم باز بکنم، 40 ضرب در 15 مطمئنم که میشه 600. بله درست میشه 600. حالا بچه ها من چند ثانیه کنار میرم، شما یادداشت به من بکنید یا اگر بعدن که تو فیلم دارید میبینید اینجا استوب کنید بنویسید، بعدش من میام فیل کارت. خب کافیه، میریم صفحه بعد. خب صفحه 91 ببینید، خودم رو میگه، میگه امین میخواهد کتابهایش را در کارتونی به ابعاد 60، 40 و 24 سانتی متر بذاره. اگر طول و عرض و ارتفاع هر کتاب باشه، کتاب چه شکلیه؟ به شکل مکعب. در هر کارتون چند کتاب قرار میگیره؟ بچه ها من اگر حجم کارتون رو
تقسیم بر حجم کتاب بکنم، میتونم به دست بیارم که چند تا کتاب تو کارتون جا میشه. میگم خب الان میشه طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع. مکعب چیه فرمولش؟ کارتون و کتاب مکعب هم دیگه. طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع میشه حجمش. حجم کتاب چیه؟ اونم طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع. حالا عدداشو میذارم بچه ها تو خط پایین. طول عرض و ارتفاع کارتون چقدره؟ 60 ضرب در 40 ضرب در 24. مال کتاب چقدره؟ 20 ضرب در 30 ضرب در 2. بچه ها میخوام بگم چند تا از اینا جا میشه. همه رو اونایی که میتونم ساده بکنم سادهش میکنم. خوب به من توجه کن. 20 بذار اول 30 رو تقسیم کنیم. 30 تقسیم بر 30 میشه 1. 60 تقسیم بر 30 میشه 2. 20 تقسیم بر 20 میشه 1. 40 تقسیم بر 20 میشه 2. 2 تقسیم بر 2 میشه 1. 2 هم تقسیم بر 2 میشه 1. یک عدد 2 میمونه تو صورتم با یه دونه 24. 2 تا 24 تا 48 تا، یعنی 48 کتاب توش جا میشه. یه بار دیگه حجم کارتون رو تقسیم بر حجم کتاب میکنم، بعد طول ضرب در عرض ارتفاع عدداشو جایگذاری میکنم، ساده میکنم. 30 با 60 ساده میشه میشه 2. 20 با 40 ساده میشه میشه 2. این 2 رو با این 2 ساده کردم شد 1. یه دونه 2 موند، یه دونه 24. 2 تا 24 تا 48 تا کتاب. من چند ثانیه میرم کنار تا یادداشت بکنم. خب میریم برای قسمت بعد. میگه حجم اشکال زیر را به دست آورید. بچه ها حجم شکل ها رو که میخواییم به دست بیاریم باید مساحت کفش رو حساب بکنیم، ضرب در چی بکنیم؟ ارتفاع. چون اینجا جا کمه در جزوه، من یه چند تاشو اینجا حساب میکنم، یکشو میبرم اون طرف داخل چک لیست مینویسم. بچه ها مساحت کفش رو باید حساب بکنم. خوب به من گوش بده، خوب به من گوش بده. بچه این هشتی که اینجا نوشته، این هشت سال 21، سال بعدی تو صفحه 91، 6 سانتش اینجاست. چه عددی به علاوه 6 میشه 8؟ 2. پس یعنی اینجا 2 سانته، این رو اینجا 6ه، پایینیش هم 6ه. 6 با چه عددی میشه 8؟ 8 مال کله اینه، ببین 8 مال کل میشه 6 و 2 میشه 8. الان میخوام مساحت اینو به دست بیارم. ببین اول از همه بگم حجم میشه مساحت ضرب در ارتفاع. خب اول بذار مساحت یک رو به دست بیارم، اسم اینو بذاریم یک، اسم اینو بذاریم دو. مساحت یک میشه دو چهار تا چه عبارتیه؟ مستطیل. دو چهار تا طول ضرب در عرض، دو چهار تا هشت. مساحت دومیه چیه؟ شیش ضرب در دو. ببین طول ضرب در عرض شیش دو تا 12. حالا مساحت کلیش چقدر میشه بچه ها؟ من اینجا بنویسم مساحت کل کفش میشه 8 به علاوه 12. ببینید با این جمع کردم 8 به علاوه 12 20. ضرب در ارتفاع چقدره؟ 7 میشه 140. پس یعنی من مساحت کف رو حساب کردم، ضرب در چی کردم؟ ارتفاع. یه بار دیگه میخوام به دست بیارم این شکل. این شکل یه دونه مستطیله، یه دونه هم نیم دایره است. خب خوب به من توجه بکن. الان این مربع مساحتش میشه، به اسم میزنم یک، اسم میزنم دو. مساحت یک میشه سه چهار تا 12. باید کل این مساحت کف رو داشته باشم، زد در ارتفاع بود. مساحت دو میشه شا ضرب در عدد پی ضرب در ارتفاع. حالا خوب به من نگاه کن.
الان اینجا 4 سال کلشه، کل یعنی قطرش 4 سانته، کل این 4 سانته، نصفش میشه چند؟ 2 سانت. یعنی شعا شنده 2، اینجا شعا 2 سانتیمتر. میگم 2 ضرب در 2، شعا ضرب در شعا. یه ما بذار مساحت دایره رو دوباره بازم برای بنویسم، میشه شعا ضرب در شعا ضرب در عدد پی ضرب در اف. بچه ها 2 ضرب در 2 ضرب در عدد پی رو بچه ها 3 در نظر بگیرید، ضرب در 3 ضرب در. بچه ها ارتفاع نیاز داریم؟ یه چیزی به من بگید، من یه جا اشتباه از بس کردم. مساحت دایره ارتفاع توش نداره. بارها دیدم موقعی که داری امتحاناتو می نویسی برای مساحت دایره هم به زور ارتفاع رو میخوای حساب بکنی. ارتفاع مال حجمه نه مال مساحت. شما ضرب در شما ضرب در عدد پی مساحت دایره. الان اینو مساوی میذارم، 2 2 تا 4 تا 4 3 تا 12. حالا بچه ها حجم میشه مساحت کف ضرب در ارتفاع. مساحت کف یه تیکه شد 12، تیکه بالایی هم شد 12، 12 ضرب در 12 24 ضرب در ارتفاع چنده؟ 9. الان میگم 24 ضرب در 9 میشه 216. یعنی حجمم چقدر شد؟ 216. یه بار دیگه مساحت این مستطیل رو حساب کردم، 3 4 تا 12. دایره فرمولش ارتفاع نداره، شعا ضرب در شعا ضرب در عدد پی. وقتی اینو حسابش کردم میگم 2 ضرب در 2 شعا 2. از کجا فهمیدم؟ کل این 4ه، پس کل اینم 4ه، نصفش که میشه شعا 2ه. 2 ضرب در 2 ضرب در 3. 3 چیه؟ عدد پی. شعا ضرب در شعا ضرب در عدد پی. 2 2 تا 4 تا 4 3 تا 12 تا 12 برداری 12 میشه 24. مساحت کل این میشه مساحت این برده به این 24. ارتفاع چقدر؟ 9 سانت. این عدد 9 ارتفاع منه، ارتفاع میشه 9. 24 ضرب در 9 میشه 216. یه چند ثانیه کنار وای نیستم تا بتونید که این رو یاد داشت. حجم رو تموم بکنیم تا درس جدید رو بدیم. بچه ها میگه با مکعب‌های به ضلع 1 واحد مکعبی به ضلع 5 ساختیم. اگر تمام سطوح این حجم را رنگ کنیم، یک چند متر مکعب رنگ نمیشه؟ خب ب چند متر مکعب رنگ میشه؟ پ چند مکعب دو بچه چند مکعب دو بچه‌شون رنگ میشه؟ اوکی. بچه ها این سوال معمولا تو امتحانات خیلی کم پیش میاد بیادش. بعد خدمت عدسه داشتن میکردم که نه نیستش میگرم نمیشه. بله یه مقدار نهار خوردم، نهار آبیشن باشه حقیقتا، آبیشنه حساسیت مثل این که دارم. میگه با مکعبهای به ضلع 1 واحد مکعبی به ضلع 5 ساخت. بچه ها من این طرف رو محاسبه بکنم، خب ضرب در 5 بعد ضرب در 6 بکنم، هر مکعب 6 طرف داره، هر مکعب 6 طرف داره، یه طرف رو حساب بکنم ضرب بکنم اوکی میشه. نگاه بکنید به من الان، من اینا رو ببینید، گوش بده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. بچه ها هر طرفش 25 تا داره، 6 تا 25 تا میشه 150.
درست شد؟ پس هر طرفش هر طرفش 25 داره، هر طرفش 25. بچه ها چند تاش هست که دو بار حساب شده؟ نگاه کن این ستونای این طرف، نگاه بکن این طرفی ها هم با این ور شمارش شدن هم با این ور. 1 2 3 4 5 5 تا ازش کم میکنیم چقدر میشه؟ میشه 145 تا. این 5 تا دو بار شمارش شده، این 5 تا این ور هم دو بار شمارش شده، این 5 تا این ور هم دو بار شمارش شده، یه دونه دیگه هم اون طرف 5 تا داره، این بالایی ها 5 تاش دو بار شمارش شدن. بچه ها ما چندین تا دونه مکعب داریم که دو بار شمارش شده؟ 6 تا 5 تایی داریم که دو بار شمارش شده. 6 5 تا 30 تا. 150 منهای 30 میشه 120 تا. یعنی من 120 تا دونه دارم که دو بار شمارش شده، که یک بار شمارش شده. میگه چند مکعب رنگ نمیشود. بچه ها مکعبای کف رنگ نمیشه. چند مکعب رنگ میشه؟ محاسبش آسونه. مکعبای کف ازش کم بکنی، یعنی یه دونه 25 تا ازش کم بکنی میشه مکعبای که رنگ میشه. چند مکعب دو بچهشون رنگ میشه؟ بچه ها مکعبایی که این وسط قرار میگیرن نگاه کن، نگاه کن این مکعبا چه اوضاعی دارن؟ اینا دو بچهشون رنگ میشه، مکعبایی که وسط هم. این یه تیکه ای هم اینا اینه اینه تقریبا میشه گفت سه تا اینجا سه تا پشت، تقریبا 12 تا دونه مکعب هم که دو بچهشون رنگ میشه. چند مکعب رنگ کامل میشن؟ مکعبای گوشه ای ها تقریبا تماما رنگ میشه. حالا بچه ها بریم سوال بعدی، زیاد سوال اهمیت داری نبود. میگه حجم آب منبع آبی به شکل منشور به قاعده مربع به ضد 3 متر و ارتفاع 12 متر. بچه ها یه منبع دارم حجمش که قده ببین به شکل مکعب مربع، زیدش همک 3، ارتفاعش 12. میگه حجم این منبع رو من بگو. حجم میشه طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع. خب طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع میشه 3 ضرب در 3 ضرب در 12. 3 3 تا 9 ضرب در 12 میشه 90، 18 180. بچه ها میشه 108. میگه برای ساختن مکعب مستطیلی به ابعاد 6 و 12 سانتی متر چه مقدار مربع نیاز داره؟ بچه ها من یه مکعب بکشم، خوب به من نگاه کن، اگه جا نشد میدیم یه صفحه دیگه. 6 و 10 و 12. بچه ها اصلا مهم نیستش که چی جوریه ابعادش، مقدارش یکی. بچه ها الان من میخوام ببینم که چند متر مکعب مربع نیاز داریم. یه کفشه بچه ها، یه سقفش، میگم 6 10 تا نکن مساحت کفشو دارم حساب میکنم. بذار اینو پاکش کنم مرتب تر بنویسم. پاکم بردارم. من مساحت کفشو و سقفشو جداگونه حساب کنم. میگه واسه ساختن یه مکعب مستطیل چه مقدار مربع میخوای؟ میشه مساحت کل، یعنی کفشو میخوام، سقفشو میخوام، دور تا دورش هم میخوام. خب مساحت روش رو با مساحت کفش حساب میکنم، مساحت کف و سقفش این 6 اینم 10 میشه 16 تا 60. حالا بچه ها 60 مال کفشه، یه 60 هم بالاست، میشه 60 ضرب در 2 میشه 120. پس مساحت کف و سقفش رو 120. مساحت جانبی چقدر میشه بچه ها؟ میشه محیط ضرب در ارتفاع. خب بچه ها محیط رو بیاییم حساب بکنیم، این 6 باشه اینم 6، این 10 باشه اینم 10، 10 به علاوه 10 20، 20 به علاوه 6 26، 26 به علاوه 6 32. میگم 32 ضرب در ارتفاع چقدر؟ 12. ماشین حسابم رو بستم.
بذاری ماشین حساب دوباره باز کن. میگم 32 ضرب در 12 میشه 384. بچه ها 384 سانتی متر هم اینجا شد. حالا کف و سقف شد 120، اونم شد 384. برای کلش اینا رو با هم جمع میکنم، 120 برای 384 میشه 504 تا، میشه 504 تا، یعنی 504 سانتی متر مقوا میخوام. خیلی هم راحت. یه بار دیگه مکعب رو میکشم، اولین قانونی که جلسه قبل گفتم باید شکل بکشی براش. کف رو میخوام، سقفم میخوام، 6 ده تا 60 تا مساحت کفش، طول ضرب در 60 تا، 60 ضرب در 2 120. بچه ها شما هر جوری حساب کنید آخرش به جواب 504 میرسید، نگران نباشید عددا رو جا به جا نوشتید. حالا 6 ضرب در 2 60، 60 ضرب در 2 120. مساحت جانبیشم چی میشه؟ میشه محیط ضرب در ارتفاع. محیط میشه 2 تا 2، 10 به علاوه 10 میشه 20، 20 به علاوه 6 26، به علاوه 6 32، محیط میشه 2 تا 2، ارتفاع هم 12، 32 ضرب در 12 384. بریم سواله، بذارید من بیام کنار تا یادداشت بکنید، بعدش بریم سواله بعد. میگه قاعده یک ستون پنج ضلعی منتظم به ضلع یک و ارتفاع ستون پنجه، میخواییم با استفاده از کاشی هایی که میخواییم با استفاده از کاشی های مربع شکل، خوب گوش بدیم، مربع شکل و به ضلع 20 سانتیمتر بدنه این ستون رو کاشی کاری کنیم. چند تا از اینا نیاز داریم؟ اول از همه بچه ها بدونید ستون استوانه است، مثل قوطی روم، کفش میخوره به زمین، سرش میخوره به بالا، یعنی بالا و پایینش چیه؟ ستون بالا و پایینش کاشیکاری نمیشه، بالاش میخوره تو سقف، پایینش میخوره تو زمین، فقط میمونه دور تا دورش. دور تا دورش چی میشه؟ میشه مساحت جانبی. فقط این ستونی که الان داریم به جای کفش دایره باشه، یک پنزلی منتظمه. یه پنزلی بذارید بکشم، درست کشیدن پنزلی ها همیشه مشکل داره. یه پنزلی میکشم، این پنزلی همشون چند سانته؟ یک سانت. اینا ارتفاعشون میره بالا، همشون هم یک سانتی هم. خب دوباره بالا هم یه دونه پنزلی منتظم داره. خب ارتفاع چقدر؟ 5 متر. بچه ها مساحت جانبی که میشه دور تا دور، من میخوام دور تا دورش رو کاشی کاری کنم، میشه محیط ضرب در ارتفاع. ببینید آسان‌تر از فصلهای دیگه است. یه فرمول ثابت داری، فقط باید بفهمی چه شکلیه. شکله خیلی آسونه. محیط کف یک به علاوه یک به علاوه یک به علاوه یک به علاوه یک میشه 5 ضرب در ارتفاع چقدره؟ اونم 5. 5 منشتا 25. حالا بچه ها 25 متر مربع، خوب گوش بده، متر مربع. بچه ها الان 25 متر مربع اگر بخوایم حسابش بکنیم باید تبدیلش بکنیم به سانتی متر مربع. چرا؟ چون میگه مکعبی به ضلع 20 سانتی متر. بچه ها من الان بذارید یک کار ساده تر انجام بدم. بذار که تبدیل انجام بدم، تبدیلش هم بهت میگم ها. بذار یه بار دیگه اینو یه جوری دیگه حلش کنم. یه لحظه گوش بده. تبدیلم برات انجام میدم. بذار من الان پاپ کورن رو بردارم. بذار اینجوری بنویسمش. من یه بار دیگه مثلا جانبی رو بنویسم. وقتی اینجا سانتی متر داری، میتونی بگی که تبدیل انجام بدی، خب؟ بیا همین فرمول رو به صورت سانتی متر بنویسی. 5 متر میشه 7 سانتی متر. میشه 500 سانتی متر. اینم 500 سانتی متر،
میشه 25 1 2 3 4 1 2 3 4 میشه 250,000 سانتی متر مربع. حالا اگر بخواستی تبدیل انجام بدی چی کار باید میکردی؟ باید متر مربع رو بخوای تبدیل کنی به سانتی متر مربع، باید ضرب در 10,000ش کنی. حله؟ باید ضرب در 10,000ش کنی. اینا کلاس ششم خوندیم. حالا بچه ها من یه مساحتی دارم، مساحت کاشیمه، گفته کاشی های مربع به ضرب 20 سانت. خب من ببینم مساحت کاشیم چقدره. میگم مساحت کاشیم میشه 20 سانتی متر. چرا تبدیل به سانتی متر کردیم؟ چون کاشی هم سانتی متریه. 20 سانتی متر ضرب در 20 سانتی متر میشه 400 سانتی متر. خب حالا فقط کافیه، ادامه جواب اینجا می‌نویسم، کافیه مساحت جانبی رو تقسیم بر مساحت کاشی بکنیم. نگاه کن، مساحت جانبی میشه 250,000 تقسیم بر چقدر؟ 400. حالا این دوتا با هم دیگه میرن، با این دوتا صفر میشه 2500 تقسیم بر 4. میذارم 2500 تقسیم بر 4 میشه 625 و سلام. یعنی 625 تا کاشی میخوام. چند تا کاشی میخوام؟ 625 تا. من میرم کنار، تا اگه نیاز داری یاد داشت بکنه یه تصویر ساده ای داشته باشی تا حسابش بکنه. بچه ها شروعش میکنیم. سوال 27 گفته مساحت ها رو به شکل مساحت جانبی بده. من تخته رو یه بار پاک میکنم که جا بمونه برام. خب حالا میخوام بنویسم. خب میگه مساحت جانبی، مساحت جانبی بچه ها فرمولش هست، محیط ضرب در ارتفاع. محیط میشه شعاع ضرب در شعاع، نه محیط میشه قطر ضرب در عدد پی ضرب در ارتفاع. بذار محیط دایره رو بنویسم. محیط دایره میشه قطر ضرب در عدد پی. گفتیم بچه ها قطر ما در ریاضی براش عدد نداریم، براش نماد نداریم، به قطر میگیم دو تا شعاع. این آ اینم آ، قطر میشه دو آ. عدد پی هم سه در نظر بگیر میشه 6 آ. خب این 6 تا آ میشه مساحت، میشه محیط. حالا بچه ها ارتفاعمون چقدره؟ بی میشه 6 آ بی. این ارتفاع این هم که شعاش بود میشه 6 آ بی. این که دیگه از همه آسون تره، مساحت جانبی بچه ها میشه میشه مساحت کف ضرب در ارتفاع. الان نگاه کن بچه ها، این Z گوش بده به من، این X ببخش، X که اینجاست Z باید اینجا باشه ببخش.
زد جاش اشتباهه، زد رو تغییر بدید جاش. حالا میام مساحت این ور حساب میکنم، میگم میشه دو برابر طول به علاوه عرض، محیط ضرب در ارتفاع. محیط مستطیل میشه دو برابر طول به علاوه عرض، دو تا ایکس به علاوه یک ضرب در زد. حالا بچه ها دو ضرب در ایکس دو ایکس، دو ضرب در ایکس یک دو ایکس، درست شد؟ حالا دوباره ضرب در زد، یه بار دو رو ضرب کردم، حالا زد رو ضرب میشه دو ایکس زد به علاوه دو تا ایکس زد. زد چیه اینجا؟ زد این یکیکه هست، زد میشه ارتفاعش بچه ها، زد میشه ارتفاع، این میشه عرض، این میشه طول. طول و عرضش نگاه کن مثل یه شکلی میمونه که اینجوری گذاشتنش. ببین این تخت پاک کن دقیقا شبیه این، خب این شکلی گذاشتنش. ببینی اینجوری که بذارن ما مساحت اینو حساب کردیم، خب این تیکه شد ارتفاع، قطرش شد ارتفاعش. یادداشتش بکنیم تا بریم سوال بعد. بریم سوال بعدی، نمیدونم جزوه تموم میشه یا نه. بریم سوال بعدی، جزوه تمومه. جاخالی ها و چارگزینه ای ها و سوال ها همش بر جزوه جاخالی ها و چارگزینه ای ها جلسه بعد حل میکنم برای خودت. جلسه بعدی مونم پنجشنبه است، ساعتش رو بهتون اعلام میکنیم. فقط بچه ها خوب به من گوش بدین. خب الان همین الان یه دفتر باز بکن، همین الان یه دفتر باز بکن، اونه که من فیلمشو میبینم یه دفتر باز بکنم، همین الان بزنم جلوشو، باید 15 ثانیه صبر میکنم. اگه دفتر داری یه قلم کاغذ ورده بذار کناره، بودو شکلشو بودو بذار کنار خود. من مشکی بهت میدم هیچی، فایلارم برات دردن میذارم که صورت سوالاشو ببینی تو گوشی، تو کانال تلگرام آموزشگاه و کانال تلگرام خودم هم میذارم. کانال تلگرام میتونی از طریق بالای این پیج هم دریافتش بکنی. حالا میخوام بچه‌ها چند تا مثال برات حل بکنم. میگه حوضی به شکل مکعب مستطیل، اینا رو باید تو دفترت بنویسی و ابعاد آن 4 و 3.5 متر است. این حوض خالی را با شیر آبی که در هر دقیقه، بچه ها اینجاش جا مونده، 50 لیتر آب وارد آن میکند پر میکنید. چند ساعت طول میکشه تا حوض پر بشه؟ بچه ها کشیدن شکل خیلی مهمه، کشیدن شکل فراموش نشود. حالا گوش بده، من الان میخوام شکل بکشم، نگاه کن، کشیدن شکل ابعادش چیه؟ 4 3.5. یه شیر آب داره، اینم شیر آب، یه شیر آبیه که داده داخل اینو چکار میکنه؟ پر آب میکنه. خب این شیر آب الان بچه ها دیگه چند ساعت طول میکشه؟ رو ساعت خط نکشیدم و این سرکشه کشیدن تا حوض آب پر بشه. اول از قبل همه بیاییم حجمش رو حساب بکنیم. حجمش میشه طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع. صورت سوالش رو بنویسید که بعدا جوابش رو میخواییم بنویسید مشکل نخواه. حجمش چی میشه؟ طول چقدر؟ 4 ضرب در 3 ضرب در 1.5. 4 ضرب در 3 ارتفاعش هم 1.5. خب بذار ضربش بکنم، 4 × 3 = 12 میشه 18. 12 ضرب در 1.5 مطمئن شیم 18، بله میشه 18. ولی بچه ها 18 متر مکعب، من به من گفته در هر دقیقه چند لیتر آب وارد میکنه؟ 50 لیتر. نمیتونم 18 رو تقسیم بر 50 کنم، چون 50 لیتره 18 چیه؟ متر مکعب. میگم خب من 18 که متر مکعب رو بخوام تبدیل به لیتر بکنم باید ضرب در 1000 بکنم. هر یه متر مکعب 1000 لیتره،
18 ضرب در 1000 میشه 18000 لیتر. حالا 18000 رو بچه ها تقسیم بر 50 میکنم ببینیم چند میشه. تقسیم بر 50 میشه 360. میشه 360 دقیقه. بچه ها 360 دقیقه، چون تو هر دقیقه 5 لیتر آب میاد. از ما پرسیده چند ساعت طول میکشه. خب بگوییم چند ساعت طول میکشه. برای اینکه بفهمیم چند ساعت طول میکشه میگم 360 دقیقه رو تقسیم بر 60 میکنم ببینم هر دقیقه هر ساعت چند دقیقه است؟ 60 تا. 360 تقسیم بر 60 میکنم میشه 6 ساعت. میرم کنار تا یادداشتش بکنم. میگه یک پاچ به شکل استوانه است که ارتفاع آن 30 سانتی متر و شعاع قاعده آن 4 سانتی متر است. بچه ها اینا رو تو دفترتون بنویسین. سعی میکنم تو تلگرامم بذارم ولی بی جوابه. باید خودت فیلما رو ببینی خودش بکنی. یه پاچ دارم ارتفاعش رو یه پاچ بکش. کشیدن شکل مهم است. ارتفاعش 30ه. شعاع قاعده‌اش 4ه. میگه داخل این پارچ رو دوسته شبیه پارچش هم بکنم خیال درش یا اینم پارچ. میگه آب داخل این پارچ رو در لیوانهایی به شکل استوانه که ارتفاعش 10 سانته شعاع قاعدش 2 سانته. لیوانهای کوچولو دارم خب ارتفاعش 10ه شعاعش 2ه. میگه چند تا از این لیوانها رو پر میکنه. خب میگم بیا حجم پارچو تقسیم بر حجم لیوان کن. پارچ چیه؟ استوانه. مساحت حجمش چیه؟ شا ضرب در عدد پی ضرب در ارتفاع. این چیه؟ اینم شا ضرب در عدد پی ضرب در ارتفاع. بچه ها عدد پیاش عین همه، با هم خط میزنم سادش میکنم، نیازی به ضرب کردنش نیست. میمونه شعاع ضرب در شعاع. شعاع چنده؟ 4. میگم 4 ضرب در 4 ارتفاع چنده؟ 30 سانت. پایینیه شعاع ضرب در شعاع 2 ضرب در 2 ضرب در ارتفاع چنده؟ 10. حالا بچه ها دوتا 4 تا، ببین دوتا 4 تا، این 4 رو با یه 4 خط میزنم، 10 هم با 30 خط بخوره میشه 3. مخرج هم هیچی نمیمونه، فقط تو صورت عدد دارم. 4 تا 12. یه بار دیگه حجم این رو حساب میکنم، حجم این رو حساب میکنم، به هم تقسیم میکنم. حجم پارچ میشه شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد پی ضرب در ارتفاع. حجم لیوان هم همین میشه. چرا؟ چون استوانه است. شعاع پارچ چنده؟ 4. 4 ضرب در 4 ضرب در 30. پایینی حجم لیوان شا ضرب در عدد پی ضرب در ارتفاع، 2 ضرب در 2 ضرب در عدد پی ضرب در ارتفاع. عدد پی میشد 3 یا 3.14، مهم نیست، با هم خطشون زدم ولی شعاها با هم متفاوتن. عدد پی رو اگر اینجا می نوشتم هم باید با هم خطشون می زدم، چون 3 با 3 ساده میشه. الان 2 تا 4 تا با این 4 ساده میشه، میشه 1. هیچی نمیمونه ازش. یه هم با 30 ساده میشه، میشه 1، میشه 3. 4 3 تا 12 تا. میرم کنار تا یادداشتش بکنم. از کلاسمون فقط یه رو مونده بچه ها، خوب با دقت گوش بدید. فقط از پشتیبانی میخوام که دقیقه میزانی که توی لایو رفتن رو من بگی که یه مون لایو زودتر تموم نشه. خب بچه ها اینو بعدن که دارید فیلمشو میبینید استوب بزنید.
یادتون نره فیلم ها رو 4-5 سری ببینید. خب بریم سوال صفحه بعد. بایستیم استرهش کنیم. باشه میگه قاعده بذاریم، میگه قاعده یک منشور سه پهلو یعنی مثلث سه تا پهلو داره که اندازه ضلع‌های قائمش، بچه این مثلث قائمه، این ضلع قائمش است، اینا ضلع قائمش هست، یکی سه یکی چهار، ارتفاع این منشور چقدر؟ 6 سانتیمتر. ببین من دوباره اینو بکشم، این رفت رو بسن، ما باید این وسط چند باید بچه ها این منشور سپر میگه حجمشو به دست بیار. بچه ها حجم خودتون بهتر از من دیگه میدونید، میشه مساحت کف ضرب در ارتفاع، ارتفاع را ما اچ نشون میدیم، مساحت مثلث میشه قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو. قاعدش چقدره؟ بیا حجم رو حساب کن. قاعده سه، قاعده مثلث چهار هم ارتفاعش. خب میشه 3 ضرب در 4 ضرب تقسیم بر 2 ضرب در این ارتفاع که اینجا نوشته، منظور ارتفاع خود منشوره، ارتفاع چقدره؟ 6. ضرب در 6 میکنم، میگم 3 4 تا 12، 12 تقسیم بر 2 میشه 6، 6 ضرب در 6 میشه 36. بچه ها یادداشتش بکنید، دو سه دقیقه که نمایی ده خونده هستم یه وای میستیم، حالا شما بعدش استوم میکنم، من چند هستم یه وای هستم. میگه این عین تمرین کتاب، بچه عین تمرین کتاب، میگه یک کارخانه تولید چای دو نوع بسته‌بندی به شکل زیر داره میکنه، هر دو نوع قوطی هم با ورقه گالوانیزه درست شده، حالا یه جنس کاغذ یه جنس ورقه، با اونش کاری نداره. میگه تو کدوم چای بیشتری جا میگیره؟ چای بیشتر یعنی حجم. خب بیا اینا مکعب مربع دیگه، ده این همش ده، مکعب میشه طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع. ببینیم اگر قطرش ده باشه، ارتفاعش ده باشه، دایره باشه، بیشتر جا میشه یا مکعب مربع؟ حجمش میشه طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع، ده ضرب در ده ضرب در ده میشه 1000. خب حجم میشد 1000، حجم یکیشی میشه، میشه شعا ضرب در شعا ضرب در عدد پی ضرب در ارتفاع. خب بچه ها شعا چقدره؟ ببین شعا نصف دهه میشه 5، 5 ضرب در 5 ضرب در 3 ممیز 14 ضرب در ارتفاع 10، 5 تا 25 تا 25 ضرب 5 تا 25 ضرب در 10 250، 250 ضرب در 3 ممیز 14 میشه 785، میشه 785 یا 58 میرد شد کنم 85 میشه 785. یعنی اگر همینو با چی درست بکنه؟ به صورت دایره درست بکنه، چایی کمتری توش میریزه. حالا یه سوال ازتون دارم، به نظرتون اگر به جنگی میگه تو در کلام یک چای بیشتری جای میگیره، میپرسید ازتون کدام جعبه ورق بیشتری مصرف میکنم؟
یعنی میخواست ببینه اگه تو کارخونه داد خودت بودی این سال من خودم پارسال امتحان دادم. میگو از به بچه هایی دادم، نگفتم تو کدوم چایی بیشتری جا میگیره، گفتم کدوم ورقه بیشتری مصرف میکنه. یعنی باید بیای دور تا دور مسائل چه حساب بکنیم و مسائل کف و سرش. میگم خب بذار من یه بار اینجوری حلش بکنم، بذار یه خط بکشم با یه رنگ جدیدتر. خب میگم بذار مساحت کل رو حساب کنیم، مساحت کلش میشه مساحت جانبی به علاوه مساحت دو قاعده. بچه ها قاعده هاش چیه؟ مربع میشه، مربع میشه ده ضرب در ده صد. دو تا قاعده داره، ضرب در دو میشه 200. مساحت جانبیش میشه محیط ضرب در ارتفاع. محیط کفش ده به علاوه ده 20، اون طرفش هم ده داره. بچه بذار بسرتون بکشم، بذار این شکل رو حتی کوچکترش کنم، تنظیماتش کنم میرزم. الان نگاه بکن، این یه تیکر هم داره، نگاه کن پشتش هم هست. میگم خب این ده میشه این هم ده، این هم ده، چهار تا ده میشه 40. محیطش میشه چی؟ میشه 40. ارتفاعش هم ده میشه 400. حالا مساحت کلش چی میشه؟ 400 به علاوه 200 800. یعنی مساحت کلش میشه جمع این دوتا. درست نوشتم؟ نه. میدونی مشکل کجاست؟ 200 که با 400 جمع میکنی جمع در دوش میکنی میکنیش 800. جواب چند میشه؟ میشه 600. اینو دیدم ها، بچه های اشتباه رو میکنن، چون 200 با 400 جمع میکنن یه راست میزنن 800، نگاه 400 رو زبدن دو. حالا بیاییم بغلی. بغلی چی میشه؟ دقیقا همین فرمول مال بغلی هم هست، فقط فرقش اینجاست که مساحت قاعده هاش اینه، شعا زبدن شعا زبدن عدد پی. شعا همون که بود 5 زبدن 5 زبدن 3 ممیز 14 میشه 25 ضرب در 3 ممیز 14. 25 ضرب در 3 ممیز 14 میشه 78 نیم. 78 نیم. خب بچه ها حالا خوب به من دقت بکنید، 78 نیم مال یه طرفشه، 78 نیم و ضرب در 2 بکنم میشه دوتا قاعدهش. چه اتفاقی براش میفته؟ ضرب در 2 بشه میشه 157. حالا اینجا رو ببین، مساحت جانبیش چی میشه؟ مساحت جانبیش میشه محیط ضرب در ارتفاع. حالا بچه بیایم اینجا، محیط شنده خام، برای محاسبه محیط باید چی کار بکنیم؟ باید قطر رو ضرب در عدد پی بکنیم؟ نه، قطر رو ضرب در عدد پی، ضرب در ارتفاع بکنیم. قطرش چقدره؟ ده. ضرب در عدد پی 3 ممیز 14 ضرب در 10. نگاه کن میشه 10 قطرشه. ضرب در عدد پی 3 ممیز 14 ضرب در ارتفاعش هم 10. چه اتفاقی میفته؟ میشه 200 ضرب در 3 ممیز 14 فکر کنم میشه 600 خورده. 200 ضرب در 3 ممیز 14 میشه 628. 628 مساحت کلش چقدر میشه؟ میشه 628 به علاوه 157. 628 به علاوه 157 میشه 785. بچه ها نگاه بکنید، اگر شما با دقت نگاه بکنید، با دقت نگاه بکنید، اگر شما اینجوری بسازیش توشو باید زیاد با محصول پر بکنید ولی ورقه کمتری مصرف میکنید. ببین الان شما کارخونه دار باشی و فکر کنید اینجا تو ورقه مصرف کردن صرفه جویی میشه، چون مساحت جانبیش چنده؟ 600. یا که مساحت کلش 600 ولی توش کمتر، ولی توش بیشتر میریزید. مسائل جانبی کمتر داری توش باید بیشتر پر بکنی، ولی اگر این شکلی در بیاری توشو کمتر می‌ریزی ولی مسائل جانبی چیه؟
مفعول کمتری هم داری، یعنی ورقایی که استفاده میکنی چیه؟ کمتره. بچه ها این فایل چند صفحه دیگه هم داره، یکی از نوازش هنوز درس نداره، خیلی هاشم آسونه که انشاءالله جلسه بعدی اون پنجشنبه تموم میکنیم فصل رو. فقط یه نکته بچه ها، بقیه این رو تو کانال میذارم، با هم دیگه با ما سبه بشینیم بکنیم حلشون بکنیم، ببینیم چیکار میخوایم بکنیم. جواب اینا رو ازتون بعداً میخوام، ادامه شو از صفحه 5 تا صفحه 9. فقط یه دونه سوال آخرشو درس ندادم، یعنی کل این صفحه رو درس ندادم، یه دونه سوال آخرشه، اونم یه نکته کوچولو داره. و سلام، تشکر میکنم از مجموعه آموزشگاه پژوها، مدیریت مجموعه های پورجواری که زحمت کشیدن و این محیط رو برام فراهم کردن که فیلم ضبط بکنیم. خیلی ازتون ممنونم، تشکر از شما، سپاسگزارم از مجموعه. یادتون نره جدی بگیرید پریزیاتون، از خونم بیرون نیاد. خدا نگهدار.